اوکی، سلام ربکا، خوبی؟ سلام، خوبم، مرسی. درود بر شما بینندگان، سپاس گذارم. مرسی که باز اومدی. برای کسایی که نمیدونن، ربکا یک آمریکاییه و مسیحیه. مال کدوم ایالت؟ ایالت تکساس، درسته؟ نه، ایالت یوتا. یوتا، چرا میگم نمیم چرا میگم تکساس. و فارسی بلده به خاطر اینکه توی ترکیه رفته فارسی یاد گرفته. تو برنامه های قبل رو به کار داشتیم، درباره موضوع مختلفی صحبت کردیم. دفعه قبل درباره بخشش صحبت کردیم، بخشش توی مسیحی از نظر یک مسیحی و از نظر یک بی خدا. امروز میخوایم درباره چی صحبت کنیم؟ ما میخواییم روابط بین پادشاهی خدا و جمهوری بی خدایان، روابط دیپلماتیکی. شما نماینده پادشاهی خدا هستین، منم نماینده جمهوری بی خدایان هستم. حالا میخواییم اینجا یه رابطه دیپلماتیک بین جمهوری بی خدایان و پادشاهی خدا برقرار کنیم. اوکی، باشه. چه عجب، یه دعوتی از خدا به ما، یه دعوتی. من نمیدونستم این همه از خدا هستن. من فکر کردم ما دشمن خدا هستیم، فکر کردم داریم تو بین جمهوری بی خدایان و پادشاهی خدا یه جنگه. الان میخواییم صحبت بکنیم با هم. خدا حاضره، ولی بستگی به شما. خب، من شرایط تسلیم براتون میخوای لیست شرایط تسلیم خدا رو براتون بگم؟ باشه، خیلی خوب. ولی اگر اشکالی نداره، دوست دارم بگم به مردم که در ایران هستن، خیلی ناراحت شدم چون دیدم که یک معترض در ایران اعدام شد و خیلی ناراحت هستم و میخوام به معترضان در ایران بگم که خیلی شجاع هستید و برای شما دعا میکنم و امیدوارم که همه ایران آزادی باشه. ممنون از این صحبت. آره، الان از وقتی، از چند ساعت پیش دومین، حالا من نمیدونم اینو کی پابلش بکنیم، ولی چند ساعت پیش دومین اعدامم کردن. حالا امید، ما توی برنامه انگلیسی جمهوری بی خدایان دربارش صحبت کردیم. تا اونجایی که داریم میتونیم داریم سر صدا میکنیم، برای اینکه فکر میکنم فشار بین المللی تاثیر داره. برای همین ممنون که درباره این، اگه ربکا، اگه به دوستات و توی سوشال میدیا و جاهای دیگه هم اگه بتونی درباره این صحبت بکنی، خیلی کمک میکنه که فشار بین المللی روی جمهوری اسلامی باعث میشه که قبلا تاثیر گذاشته، الان این دفعه نمیدونم، ولی چند نفر دیگه هم هستن که تو صف اعدام هستن و فکر کنم جمهوری اسلامی منتظره ببینه که واکنش به این اعدامات چی خواهند بود. برای همین فشار خیلی مهمه که روی جمهوری اسلامی بیاریم که احتمال این اعدامای بقیه اعدام رو بیاره پایین. اوکی، میخوای بری وارد موضوع بحثیم؟ بله، خیلی خوب. خیلی خوب. پس خدا میخواد شما بدونین که خدا همه از شما دوست داره و دعوتتون میکنه. میخواد دعوتتون به پادشاهی خدا. میتونی خیلی آسان شهروند پادشاهی خدا باشی. روند طولانی نیست. میتونین یک شهروند پادشاهی خدا. نه، شرط صلح بین پادشاهی خدا، اگه شهروند نمیخوایم بشیم چی؟ انتخاب خودتونه. آخه چیز خدا توی کتاباش جوری درباره ما صحبت کرده، خیلی خشن بوده درباره ما بی خدایان، خیلی خشن و بی رحمانه بوده. هم تو کتابای
مسیحی، هم تو کتابای یهودی، هم تو کتابای اسلامی ما بی خدایان رو به شدت بیرحم در برمون صحبت کرده، ولی اگر بیرحمانه در برمون صحبت کرده، اگرم منظورش این نبوده که به نظر میرسه خیلی خوب کتابا رو ننوشته. برای همین یکی از شرایط صلح ما با خدا اینه که بره این کتاباشو بیاد خودش علنن، یعنی خودش مستقیم بیاد و این کتاباشو عوض کنه، آپدیت بکنه. خب آدماش هم نمیخوام بیاد بکنن، چون که ما آدماشو نمیدیم که آیا واقعا نماینده این خدا هستن یا نه. خب جوری که خدا درباره ما بی خدایان یعنی تو کتابش صحبت کرده بده، ما هم راضی نیستیم. یکی از شرط سوال همینه که خودش مستقیم بیاد این کتاباشو آپدیت بکنه و درباره ما یه جور دیگه صحبت بکنه، درباره ما بی خدایان یعنی یه جور دیگه صحبت بکنه. میتونه این کار کنه؟ خب اگر خدا رحمت برای شما نداشت، خب زندگی نمی کنین دیگه، درسته؟ زنده هستی؟ این نشون میده که خدا رحم داره برای نه آخه تو الان اگه خدا رحم داشت همین ادامه‌ای که گفتی که اتفاق نمیفته که. حالا بخوایم دوباره بریم سر اون بحث دفعه قبل که بخاطر این که حالا من زندگیم خوبه، خب خیلی از ما زندگیمون خوب نیست، خیلی از مردم زندگیشون خوب نیست، فقط به صرف این که داریم زنده هستیم به این معنی نیست که خدا رحم داره. زندگی خیلی ها واقعا بده و خدایی که اینقدر قدرت داره، اینقدر توانایی داره، اجازه میده این همه زجر مردم بکشن، به نظر من مهربون نیست. حالا اون یه بحث دیگه است، چون اون بحث رو دفعه قبل کردیم، به خیلی اتفاق نظرم نرسیدیم به جایم. حالا میتونی اگه بخوایم میتونیم به اون بحث برگردیم، ولی جدا از این که حالا دست درد نکنه، من زنده هستم، من ازت همچین تقاضایی نکردم آقای خدا، ولی حالا داریم منت هم سر ما میذاری سر یه چیزی که به همون دادی، بدون که ما ازت درخواست بدیم. ولی کتاب اگه میخوای سر این بگی مهربونی، اوکی، ولی کتابت جوری که درباره ما صحبت میکنه، اینو میتونیم روی این تمرکز بکنیم، جوری که کتابایی که میگن از طرف تو اومده، از آقای کسی که شما دارین نمایندگیش میکنین الان، که درباره ما بد صحبت شده. خب ما میخوایم کتابا، اگر منظورش، حالا شما میگین من واقعا خشن نیستین کتاب، شما ربکا تو میگین کتاب مثلا انجیل، کتاب عهد عتیق و عهد قدیم درباره بی خدایان بد صحبت نکرده، درسته؟ برداشت تو اینه که خیلی هم خوب صحبت کرده، یعنی بیرحمانه نبوده، درسته؟ نفهمیدم. اوکی، میگین که در عهد عتیق و عهد جدید نه نه، آیا خدا مهربون بوده نسبت به ما بی خدایان تو این کتابا بوده یا نه؟ بله خیلی. اوکی خب، چون عیسی مسیح فرستاد و عیسی مسیح برای گناهان شما مرد، پس این نشون میده که خدا رحم داره. آره برای ما مرد. اوکی، اولا که میخواست نکنه، من نمیدونم، من درخواست، من شخصا ازش نخواستم برای من بمیره. خب برای من مرده که منو نجات بده از اینکه از خودش. خب من میتونست از همون اول منو شکنجه نکنه. ببین این خیلی عجیب غریبه، من اگه خدا دست از سرم برداره همین کافیه، میاد میگه که من برات میمیرم، میگم اوکی عجیبه این کاره، اوکی برای چی داری برام میمیری؟ میگه برای اینکه نجاتت بدم. میگم من از چی نجاتت بدی؟ از جهنم، یا اینکه بر سر تو از مرگ دوم. و میگم کی قراره به من همچی کاری بکنه؟ خدا. خدا کیه؟ خدا خودشه. خب یه راه ساده تر داره، برو پی کارت، با ما هم کاری نداشته باش، بذار زندگیمون رو بکنیم راحت، جا هر جفتمون اینجوری راحت تر میشیم. نمیشه. خب فلم کن، یعنی چی؟ میخواد من از خودش نجات بده. خب ولی از خودش نبود، از گناهتون و از مرگ نجات میده. خب چون گناهتون، خب فساد توی دنیا پخش میکنه. خب من فساد پخش کردم؟
بله. چجوری و من هم خب تو رو نمیدونم من چه فسادی پخش کردم. ما میتونیم راجع به اون صحبت کنیم ولی بعدن. اول این موضوع خب خب پس از خدا عادله خب فکر میکنیم که قاضی خب هیچ قضاوت نمیکنه. این درسته؟ اگر عادل هست اگر قاضی هست خب باید قضاوت کنه درسته؟ اگر خب من اینم کی اینو قاضی کرده؟ خودش قاضی کرده؟ من که رضایتم کسی از من نمیاد بپرسه که این قاضی باید باشه نمیشه. به زور این قاضی رو به ما چپوندن. یعنی ما قاضی های ما توی دنیای متمدن خب مردم قاضی هایش خودشون رو انتخاب میکنن، میان میگن بله اینو قبول داریم آدم درست یا فلان اینا. خب این یه رو این خدای شما اومده گفته من قاضی شما هستم، میگن من کی شما رو انتخاب کرده؟ من به سیاستمداری رأی ندادم که شما رو بیاد قاضی بکنه. برای چی داره خودش با چه حسابی خودش قاضی کرده؟ اول باید بیاد بپرسه از ماه ما رو. او خالق جهانه. خب بی خود کرد خالق خالق جهان نمیتونه قضاوت کنه؟ من راضی میخواد به من قضاوت به این خالق جهان بودن به معنی رضایت من نیست. کسی که میخواد قضاوت بکنه ما رو، ما انسان ها باید بیایم اول بیایم نگاه کنیم بپذیریم ببینیم بچه هست رکوردش خیلی بد بود، سابقه خیلی بدی داره این یارو. خب ما راضی نیستیم. مگه شما فهم میکنین هر کسی که اولا ما این که خالق جهانه این ادعاست، ما باید ببینیم اول خالق جهان هم هست یا نیست. خب بعدم خالق جهان بودن لزوما به این معنی نیست که شما قاضی خوبی هستین. شما میتونین کارتون خیلی خوب باشه توی ساختن کهکشان ها ولی یه قاضی خیلی بی خودی باشه، قاضی خیلی کشکی باشه. لزوما شما از کجا شما آیا فکر میکنین قدرت حتما به معنی عدالته؟ بعضی ها مثلا ما خیلی سابق دیدیم که تو تاریخ خیلی قدرت دارن ولی عدالت ندارن. پس شما از کجا قدرت خدا رو استفاده میکنین که نشون بدین که عدالت هم داره؟ پس میخوایی که خدا بیاد و میتونین ببینین کی هست با این میگین؟ خدا آمد خدا آمد. خب اگر 2000 سال پیش اومد خدا کیه؟ نه نه 2000 سال پیش عیسی مسیح آمد. او خب خدا... این که خیلی بده، خیلی خیلی بد بود، قضاوتش بد بود، من راضی نبودم. خب آیا نشون دادیم اومد که اولا این که اومد خب اولا که یه سری آدم هایی میگن اومد ما اومد و ما دیدیم اوکی شایر هم همجوری قبول بکنیم. یه سری آدم یه جای اومدن گفتن خب مسیح اومد و اومد معجزه کرد و اینا، ما هم باید باور کنیم. اگه بشه اونو باور کرد که همه ادیان هم باید برای این حساب باور بکنیم. خب یکی حالا فرضم بکنیم که اومدم مثلا واقعا خدا هم بود که نشون بده که ببینیم من کی هستم منو باور کنیم. افتضاح بود، پرفورمنسش افتضاح بود. خب قضاوتش من راضی نبودم. یعنی چه افتضاح؟ horrible. It was like اوکی. خب حالا شایدم برای اینکه بر اساس شما میگید خوب بود، اوکی خب بیاین بپرسین از ما ببینیم چک. یعنی شما که نمیتونین این قاضی رو به ما زور بکنین، اومده میاد گناه های ما رو میسنجه، شما چه کاری؟ من اصلا میام تعیین میکنم، من میگم خدا گناه کرده. خب شما میخواین خدا رو بکنین قاضی من میشم قاضی خدا، کی به کیه؟ اگه اینو میخواین به من قاضی بکنین، من میگم تو خودت وضعیت از ما به افتضاح تره. حداقل من فساد پراکنده کردم جهان، من یک شکنجه خونه درست نکردم تا حالا. تا اونجا که یادمه تو زندگی خودم من تا حالا شکنجه خونه درست نکردم. این خدا یه جهنم درست کرده، شکنجه خونه درست کرده. نه ولی شما میدونین که من با جهنم موافق نیستم. آره. کتاب مقدس تو میگی جهنم وجود نداره. وجود نداره. تو میگی که تو اعتقادت بر اینه که اون چیزی که توی عهد جدید بهش میگه ما بهش میگیم جهنم، یه جاییه که میریم میمیریم و تموم میشه میره.
درسته؟ با آتیش میمیریم. با آتیش میمیریم. با آتیش. خب بعد با آتیش بدون درد میمیریم؟ من نمیدونم. نمیتونم بگم چه احساس میکنی، ولی خب درسته که عیسی مسیح گفت برای اونایی که بی خدا خیلی خیلی فساد پخش میکنن. خب نه فقط اونا، برای کسایی که بی خدا هم هستن توی بیارم دوباره عکسشو. اتفاقا برای ما خوندید در گذشته خوندید همیشه این عکس رو باید بیارم. این ما این دوباره همیشه این عکس رو حاضر دارم. این کتاب عهد جدیده داره میگه ما unbelievers، این revelationه. خب این ما هستیم، ما بی خدایانیم، ما این عاقبتمون اینه. خب بعدم میگه ما قراره بسوزیم in the lake that burns. این خب خوشتره خوبیه برای این خوشتره خوبیه برای شما آرمین. چرا زوم نمی کنه؟ lake that burns unbelievers ها. خب بله. خوشتره خوبیه برای خب ولی خب ولی نباید بعد به من میگم فاصله نباید اینجوری باشه. ولی خب یک جای دیگه هست در عهد عتیق، خب در متا 25 که عیسی مسیح میگه که وقتی که همه انسان را جمع میکنه خب به گوسفند و بعض جدا میشن. خب و گوسفند خوش انگلیسی شو. میخواد همه دعوت. اونا گوسفندا تعجب میکنند که عیسی مسیح اونا را ویلکم. آرمین have you read this part? Have you read this part? ببخشی که نمیتونم به فارسی بگم. You've read this part. A long time ago, but yeah. Okay. میتونیم با هم نگاه کنیم. هنگامی که پسر انسان با شکوه و جلال خود همراه همه فرشتگان بیاید، بر تخت پر شکوه خود خواهد نداشت. با همه نمیتونم بخونم، خیلی به کدوم بگو من پیداش میکنم. متا 25 فصل 25 آیه 31 به پایان. 31 به پایان؟ بله. و وقتی که نگاه میکنی، من چیزی دیگه میخواستم جواب بدم. گفتی که زیاد انسان زندگی خوبی ندارن اینجا. خب اینجا پادشاهی خدا نیست، این دنیا قلم رو خدا نیست. پس تعجب میکنین که اینطوریه؟ این خدا میخواد نجات بده از این چیزها که در این دنیا رنج میبریم. خب پس ببین سه تا جا چند تا جای مختلف هست. اوکی، یکی این جهنمشه که تو میگی که موقته، من میرم میسوزم و بعد تموم میمیرم دیگه، برای ابد نمیسوزم. خب من فکر کنم قراره اگرم اینجوری که تو میگی، بالاخره شکنجه هست، به خاطر اینکه بالاخره تو جای شکنجه مردم میمیرن. اگه قرار باشه ببینم، که به این معنی نیست که خودش داره میگه قرار بسوزم. فکر نکنم منظورش اینه که مثلا هیچ احساسی نمیکنم، میسوزم میمیرم. خب بعدش هم توی کتابای خودش هم نوشته که توی جهنم اینقدر درد زیاده که دندونها روی هم همینجوری the gnashing of the teeth، دندونها روی هم فشرده خواهد شد از درد. ماله. یکی این. بعدم میگه که جهنم جاییه، تو کتاب عهد جدید نه عهد قدیم، میگه جهنم جاییه که کرم ها میان چشمای شما رو تو ابد میخورن.
خب ولی بعد میگه تا ابد، میگه این تا ابد ادامه پیدا میکنه، بعد شما میگین جهنم موقته، بعد خودش داره میگه تا ابده. حالا به نظر جای خوبی نمیاد، حالا اگه چه موقت باشه چه تا ابد باشه، جای درد و بدبختیه. کی اینجا رو آفریده؟ به من ربکا اینو به من بگو، چه کسی این جهنم رو آفریده؟ ولی با این تصوره، خدا قضاوت میکنه. خب نه به جواب من ندادی، میگین کی جهنم رو آفریده؟ کرم ها چیزی میخورن، چه میخورن؟ میخورند اونایی که مردند. خب این نقل از آشیا در عهد عتیقه، خب و میگه که اون که مردند کرم ها میخورند. نه خب، یادم نه ببینید، عیسی مسیح خب میگه اگه به یک زن با هوس نگاه کردی، خب بهتره که چشتو در بیاری بندازی دور. یعنی تو این دنیا بهتره که چشتو در بیاری بندازی دور، به خاطر اینکه چشمی که حشریه توی اون دنیا تا ابد کرمها میخورنش. خب اگر تفسیر شما درست باشه، خب من مگه من نذارم چشمو در بیارم بندازم دور؟ خب منظورش اینه که تا ابد شکنجه میشی شما. اگه قرار من بمیرم و بعد کرم بیاد بخوره چشما، برای چی به نفعمه که وقتی یک زنی رو نگاه میکنم و مثلا هوس میکنم در اون موقع چشمو در بیارم که کرما نخورن چشمامو؟ اگه قرار بمیرم بعد کرما بخورن که مشکلی نیست، که چیزی رو من قرار نیست احساس بکنم بعد از مرگم که نگران یک همچین شکنجه باشم. درسته؟ خب نه درست نیست آقا، ولی خب میتونیم اون آیه در آشیا 66 بخونیم خب تا ببینیم. اوکی باشه، ولی این موضوع دیگه هست. ما اول از متا میخونیم تا بفهمیم چی میگم، چون خدا همه از بی خدایان، اگر نمیتونی ایمان آوری به خدا، خب پس ممکنه عیسی مسیح این طوری شما را قضاوت بکنه. خب این چه کار هست که بیاد منو قضاوت بکنه؟ من قضاوت میکنم اینو، اون میخواه منو قضاوت کنه، من اونو قضاوت میکنم. ولی حق ندارید خدا رو قضاوت کنید. کی این حق رو تعیین میکنه؟ کی تعیین کرده که من حق داره ندارم اون حق داره؟ بیاد قضاوت باش ببین، بیاد قضاوت کن، بیاد به من بگی که تو فاسدی. خب منم میگم که اوکی، من میگم تو فاسدی. خب حالا باشه، من میگم اون خدای فاسده. خب حالا چیکار کنیم؟ چرا میخواد؟ نمیتونه که حکمش رو من زور بکنه. منتخب کدوم؟ ببین برای همین هم ما جمهوری بی خدایان هستیم، این پادشاهی خدا هست، دیکتاتوریه، ما دموکراتیکیم. خب به زور اومده چپونده خودش به ما، کسی انتخاب، یعنی اگرم خدا بود قدرتش و زورش توجیه نمی کنه که باید بتونه بر ما حکم کنه. یه اصطلاح تو انگلیسی هست میگن might doesn't make right. خب این مسیحی ها با مسلمان ها میگن خدا خیلی زورش زیاده، اگرم بود زور زیادش به معنی موجه بودن قضاوتش نمیشه. آرمین جان، خدا خیلی حکم نگفته بهت، آزادی هستید، درسته؟ okay. خدا شما را مجبور میکنه در چیزی الان یا آزادی هستید؟ اول بستگی داره، منظور بستگی داره که منظور آزادی چی باشه. خب من اگه ربکا بیام به تو بگم که تو آزادی هر جور کاری میخوای بکن، خب ولی اگر این پنج فرمان من رو دنبال نکنی، من میسوزونمت، آتیشت میزنم. تو آزادی که این پنج فرمان من رو رعایت نکنی، یا کسی جلوتو کسی زورت نکرده، ولی اگر رعایت نکنی میسوزونمت. آیا الان من شما رو زور کردم که این پنج فرمان رو دنبال بکنی یا نکردم؟
آیا آزادید یا آزاد نیستید؟ آزادی ولی خب آزاد نیستی دیگه. من اگه بیام تفنگ بذارم رو سر یه نفر بگم الان... پولتو بده یا میکشمت، آیا این شخص آزاده؟ میتونی بگی خب آزاده بمیره. آره آزاده که انتخاب بکنه که بمیره، ولی معمولا ما میگیم آزاد نیستی همچین کسی. بدون خدا، بدون خدا چه زندگیتون تمام میشه، درسته؟ فکر میکنی که مرگ مرگ طبیعیه؟ بله. خب پس خب خدا این زندگی به شما داد. خب اگر دوست ندارید با خدا باشید اشکالی نداره، زندگیتون لذت ببرین. خب و همه چیز که خدا ایجاد کرد لذت ببرین. خب و وقتی زندگیتون تمام میشه خب اشکالی نداره، نباید با خدا باشید. ولی اگر میخواهید با خدا باشید خب فقط دعوتش قرآن... میکنین با همه گناهتون، نمیخواد گزاوت کنه. به این دلیل عیسی مسیح برای گناهان شما و گناهان دیگران مرد. نباید این گزاوت تجربه کنیم. اوکی. سه تا نکته. اوکی. یکی این که من اگه اینجوری که تو میگفتی خب که اگه رعایت نکنیم میمیریم، مشکلی نیست. خب و اگه قبول بکنیم میریم بهشت. خب ولی متاسفانه بر این میدونم یه مسیحیتی که تو ساختی یه مسیحیت گوگولی مگولیه، خب جهنم و شکنجه اینا نداره. خب ولی حتی اگه اون جهنمم قرار بود تا ابد نباشه، سوختن توش هست. خب یعنی این تو میگی مرگ طبیعیه. اوکی مرگ طبیعی با این مرگ فرق داره. خب این مرگ خودش داره میگه من دارم قرار رو بسوزیم توی دریاچه پر از آتش. من فکر نکنم این یه مرگ عادی باشه که من قرار باشه چه میدونم بمیرم مثلا رو تخت راحت بمیرم یه هم چیزی. خب میبرم بدنم و یه جا پدرم رو در میارم بعد میبرم. یکی دومن این که این مسیحی که شما میان میگین که برای ما مرده، خب این خیلی عجیبه. من فکر کنم مسیحی‌ها متوجه نیستن که این چقدر عجیب غریبه این حرف. اوکی یعنی انقدر عادی سازی شده که اگه مثلا این دین نبود کسی میومد اولین بار پیشنهاد میکرد مردم میگفتن این زده به سرش. شما یک گناهی کردی، اوکی بعد من میام برای تو میمیرم، برای تو شکنجه میشم. آخه این کجاش منطقیه؟ تا حالا هم چیزی شنیده بودین؟ مثلا فکر کنم من ربکا بیام بگم که ربکا تو مثلا یه با فلانی هم یه ظلمی یه جای کردی، این کار اشتباه بود، ولی اشکال نداره من خودم رو برای تو شلاق میزنم برای اینکه گناه و این گناهت بخشیده میشه. یعنی چی؟ مثلا اینکه خب حالا یه چیز زشت میخواستم بگم نمیگم، خب ولی مثالای مختلف مثال غیر زشت میتونم مثلا تصور کنم. چون مثل این که یه کسی بگه که من به خاطر که تو این اشتباه کردی میرم یه مسافرت امسال نمیرم، گناه تو بخشیده میشه. یعنی چی؟ دوتا انتیتی مختلفن، دوتا شخص مختلفن، ربطی نداره به هم. خب بعدم یه چیزی دیگه این که خدا سر ما منت میذاره، میگه من شما رو آفریدم، به شما جون دادم. خب یعنی چی؟ یعنی منم میتونم مثلا من صاحب زندگیم که من اگه بچه دار شم خب بدون تصمیم من این بچه وجود نداشت دیگه. حالا من صاحب بچه شدم، میتونم بیام بزنم تو سر بچه‌م، یعنی که بگم که تو به خاطر من الان زنده ای، برای همین من هر کاری میخوام میتونم باید بکنم. صاحبش که نیستم. نه هرچی نه، ولی شما خدا نیستی. درسته؟ خدا نیستم، ولی موضوع اینه که خدا، شما هی دارین میگین که شما زنده هستید به خاطر اینکه خدا به شما زندگی داده. خب اولا میخواست که نده، چیکارش کنم حالا که داده؟ خب بعدم وقتی که داده
نمیتونه به بهونه ای که به من زندگی داده بیاد منو کنترل بکنه، همونجوری که من نمیتونم بچه‌مو کنترل بکنم. مثلا فرض کن بچه‌م خدا شما رو کنترل نمیکنه، داره میاد شرط و شروط برام میذاره. آره اومده ده فرمان مگه به ما نداده گفته مثلا هم آخه این کنترل نیست برای خودت گفتی این هشدار خوبیه، نگفتی این هشدار خوبیه؟ هشدار خوبیه، هشدار یه واژه دیگه برای هشدار میدونی چیه؟ تهدید. تهدید برای کنترل. اون آیا در متا نخوندید؟ لطفا برای ما بخونید. باش من فارسیشو لینک فارسیشو برام تو پرایوت چت میفرستی چون من انگلیسیشو دارم. من انگلیسیشو پیدا کردم، فارسیشو پیدا نکردم. ایناست دیگه مسیح به من. فارسیشو لینکشو برام میفرستی تو پرایوت چت؟ من فارسی دارم ولی پرینت کردی بخونمش. خب پس میخواستم شما به فارسی بخونین تا لینک فارسی نداری؟ لینک فارسی میتونم بگیرمش، میتونم. اوکی باشه، ولی ببخشی این وقت طول میکشه. ببخشی آیا من بازم شما گوسندین اینجا؟ خب فکر کنم تو این داستان من بوزه هستم، شما گوسفنده هستی، درسته؟ نه نه نه، این تعجب میکنین. این ممکنه، این ممکنه شما گوسفند هستید. این باورمه که اتفاق گوسفند. گوسفند خوبه، بوز بده. من الان در سکرین میتونم سکرین شیر کنم؟ بله بله، پایین، همین پایین پرزنت بزن، پرزنت بعد بزن سکرین بعد بزن. باشه خب اوکی اینجا اوکی اومد آیه ببشی. اوکی اینجاست. اوکی ببشی. روز داوری بخونیم با هم؟ بله. اوکی روز داوری، هنگامی که پسر انسان، پسر انسان منظور عیسی مسیحه، با شکوه و جلال خود به همراه همه فرشتگان بیاید، بر تخت پرشکوه خود خواهد نشست و همه قوم ها در برابر او حاضر خواهند شد و او هم چون شبانی که گوسفندها را از بزها جدا می کند، مردمان را به دو گروه تقسیم خواهد کرد. گوسفندان را در سمت راست، معمولا تو اسلام هم راست خوبه چپ بده. خب پس گوسفندا در سمت راست، یعنی راست یعنی خوب. تو مسیح هم چرا نمیدونم، چرا تو همه دینا، تو اکثر دینا راست خوبه چپ بده، نمیدونم با چپ چرا مشکل دارم. گوسفندان را در سمت راست و بزها را در سمت چپ خود قرار خواهند داد. سپس به آنان که در سمت راست او هستند خواهند گفت: بیایید ای برکت یافتگان از پدر من، و پادشاهی را به میراث این پایین به میراث یابید که از آغاز جهان برای شما آماده شده بود. زیرا گرسنه بودم به من خوراک دادید، تشنه بودم به من آب دادید، غریب بودم به من جا دادید، عریان بودم مرا پوشاندید، پوشاندید، مریض بودم عیادتم کردید، درست نمیم، در زندان بودم به دیدارم آمدید. آنگاه پارسیان انگلیسیش منظورش کیان ما رو داره میگه؟ اوکی. پارسیان پاسخ خواهند داد. این انگلیسی این واژه چیه؟ بذار من پیدا کنم چون برام جالب شد. Then the righteous righteous منظورش righteous. پارسیان پاسخ خواهند داد. این نمیدونم چیه. Lord, when did we see you hungry? ما خب میدونم این کیمی. Lord میدونم میشه سرور؟ میدونم. ما کی تو رو سرور. تو بهتر بلده. سرور. سرور ما کی تو رو گرسنه دیدیم و به تو خوراک دادیم، یا تشنه دیدیم و به تو آب دادیم؟ کی تو را غریب دیدیم و تو جا و به تو جا دادیم و یا اوریان و تو را پوشاندیم؟ کی تو را مریض و یا در زندان دیدیم
و به دیدارت آمدیم. پادشاه، بازم منظورش عیسی اینجا، پادشاه در پاسخ خواهد گفت آمین، به شما میگویم آنچه برای یکی از کوچکترین برادران من کردید در واقع برای من کردید. آنگاه با آنان که در سمت چپ او هستند خواهد گفت ای معلولان، معلولان، ها؟ این چیه؟ من نمیدونم، بذار ببینم انگلیسیشو پیدا کنم. میرسه چهل دنی will say to those who left این چرا یکیه؟ این شماره چهل و یکیه چهل. Then the king will reply truly I tell you whatever. آرمن اینجا هستی؟ رفتی؟ اومدم. اگر افتادم دوباره برمیگردم، نگران نباش. Well, let me see. Then he will say to those on his left, depart from me, you are cursed. Oh, این با مادر صحبت میکنه. Curse منظورش، آنگاه به آنان در سمتش خواهد گفت ای معلونان، معلونان نمیدونم میشه چی فارسی معلونان. Disabled. اینجا تو انگلیسیش داره میگه کسایی که نفرین شدگان، خب ای نفرین شدگان از من دور شوید و به آتش جاو ربکا نبکنی میگه جاودان، جاودان، آتش جاودان روید. جاودان ولی مرگ برای همیشه است. خب اوکی اوکی دیگه بر نمی کنه. اوکی. با آتش جاودانی روید که برای ابلیس و فرشتگان او آماده شده است، زیرا گرسنه بودم خوراکم ندادید، تشنه بودم آبم ندادید، غریب بودم جایم ندادید، اوریان بودم مرا نپوشاندید، مریض و زندانی بودم به دیدار دیدار پایین بریم برو بالا به دیدارم نیامدید. آنان پاسخت خواهند داد سرور ما کی تو را گرسنه و تشنه و غریب و اوریان و مریض در زندان دیدیم و خدمت نکردیم. در جوان خواهد گفت آمین، به شما میگویم آنچه برای یکی از کوچکترین ها نکردید در واقع برای من نکردید. پس آنان به مجازات جاودان داخل خواهد داخل خواهد شد. مجازات اما... جاودان. خب مجازات مرگ و این برای همیشه است. نمیتونیم برگردیم، نمیتونیم برخیز. ربکا اولا این معمولا کسی که این آیه های دیگه هم وجود داره که به نظر میرسه که این زجر جاودانه. اوکی؟ یک. دو، برداشت تو اینه که مجازات جاودان منظور اینه که تو میمیری و برای جاودان برای همیشه مرده میمونی و برای همین جاودانه. خب ولی یه چیزی حدود 2000 ساله که مردم این کتابو دارن میخونن و برداشتشون این بوده که داره درباره شکنجه جاودان صحبت میکنه این آیه ها و آیه های دیگه. خب اگر من نمیگم حرف تو برداشت تو درست نیست، ممکنه تفسیر تو درست باشه، ولی اگه تفسیر تو درست باشه کتابه رو خیلی بد نوشتن. خیلی بد نوشته شده که برای 2000 سال برداشت تو جز اقلیت بوده. ولی آرمین جون اگر خب اگر این فکر راجع به جهنم نداشتید اوکی پس ممکنه وقتی اینو میخوانین خب این تصویر نمی کنین. خب دلیلی که اینو می خوانین و میگین آه این جهنمه، این برای همیشه ادامه میده چون شما و من و همه از ما این تصویر جهنم داریم. خب پس اگر دوباره شروع میشیم و این طوری فکر نمی کنیم،
خب پس وقتی اینو میخوانیم این تصویر شما نباشه. میخوای بقیه آیش هم چک کنیم؟ خب حالا یه چیزی من حتی اگه این حرف تو هم درست باشه، خب ما برای اینکه خدا اگه میخواد با ما صلح بکنه، ما درخواستمون اینه که این آیه ها رو شفافتر بنویسه. خب چون که توی حالا یه چیزی هم بگم خب ولی این شفاف، این آیا موافقم که این شفاف نیست، خب ولی صدها بار در کتاب مقدس در عهد عتیق و عهد جدید آیا شفاف هستن، صدها آیا خیلی شفافن و در عهد عتیق نمیتونیم یک آیا پیدا کنیم که این طوری تفسیر میکنه. خب تو عهد عتیق درباره جهنم خیلی صحبت نشد، یعنی عهد عتیق جهنم نداشت، عهد جدید بود که جهنم داره. خب ولی اون کلمه جهنم یعنی چه؟ یک جا هست در نزدیک به اورشلیم، یک جا هست، یک جا بود که مردم به بچه هایشون به خدای دیگه، به بت پرست می کردین و بچه هایشون می کشیدین، قربانی می کردین بچه هایشون در اون موقع، در اون جا. بذار بخونم یه سری آیه. عیسی میگه the sinners in Zion are afraid. Okay, who among shall dwell? Oh, اینو نگاه کن. Who among us shall dwell with devouring fire? Who among us shall dwell with everlasting burnings? این عیسی 33:14. خب میگه که اینم پس توی انجیل هست، میگه بر سوختن جاویدان، نمیگه مجازات جاویدان، میگه سوختن جاویدان. عیسایا 33:14 everlasting burnings. اوکی دیگه بذار ببینم کجا داریم everlasting punishment. هم میگه all consuming، میگه all consuming، وقتی چیزی توی آتش میره خب می سوزه و سوخت، تمام شده، نابود میشه. خب مگه خدا نمیتونه همه کار بکنه؟ خدا میتونه یه کاری بکنه که خدا میتونه یه کاری بکنه که آتش all consuming باشه ولی شما تمام نشوید. من الان آیه برش ببینید، آیه هایی که تو برای من آوردی، خب هیچ کدومش نشون نمیده که مجازات سوختن ما، شکنجه ما ادامه پیدا نمی کنه. هم میتونه به ادامه پیدا بکنه، هم ادامه میتونه پیدا نکنه. ولی من یه آیه آوردم که داره به طور واضح نشون میده که سوختن ما جاویدان خواهد بود. نه اینکه بگیم میمیریم خب پس چون مردیم و مرده موندیم مجازاتمون جاویدانه، سوختن بدن ما جاویدان خواهد بود، تا ابد ادامه پیدا خواهد کرد. نه آیه است. اگر نه خیلی بد نوشته شده. تمام آیه های من الان، تمام آیه های انجیل رو، خب تمام آیه های ببخشید عهد جدید و عهد قدیم، همه شون رو درباره جهنم الان جلوم هست، تک تکشون رو دارم میبینم تو یک صفحه. خب باید نگاه کنیم ببینیم در این آیه راجع به چه حرف میزنه. فکر میکنم این راجب گزاوت آخر نیست. باشه قبول. اول باید راجب، نمیخوام به یک موضوع دیگه بریم. وقتی شما متا خواندید و میخواستم بهت بگم متوجه شین که گوسفندان تعجب میکردن که عیسی مسیح قبولش کردن. ممکنه گاهی از بی خدایان خب اینطوری هستن، خب
چون عیسی مسیح گفت هر که شما برای کوچکترین انسان انجام دادید برای من انجام دادم. به این دلیل آرمین من خیلی امید دارم برای شما، چون میدونم که کار نیک انجام میدین برای دنیا، سعی میکنین برای عدالانه و خیلی اهمیت میدین، خیلی مواظب به دیگران هستید و ممکنه در اون روز قضاوت، خب وقتی عیسی مسیح میبینین و متوجه میشین که او پادشاهه، خب ممکنه میترسین میگین اشتباه کردم، ولی عیسی مسیح به شما میگه آرمین خوش آمدید، چون هر چیزی که برای دیگران انجام دادید برای من انجام دادید. خب میفهمین چی میگم؟ بله. خب ببین این ربکا، این که چی ممکنه، خب میگیم آرمین ممکنه این اتفاق بیفته، اوکی؟ آره ممکنه بمیریم بریم اون جهان، اصلا ببینیم خدای هندوها منتظرمونه، خب یا خدای یا زوس منتظرمونه، خب اینم ممکنه. شما مثلا من تو مثلا مردیم، بعد بیرفت دیدیم مثلا بدنمون زنده شد، تو به من گفتی آرمین دیدی همه حرفا درست بود، عیسی مسیح اینا درست بود، بعد داریم میریم نگاه میکنیم او عیسی الان میاد بهمون میخواد بگه خوش اومدی، ببین زوس اومده، عیسی مسیح خبری نیست، خب یا اینکه چه میدونم الله بوده. خب پس ببین، پس این که تو میخوای بگی چی ممکنه، خب همه چی ممکنه. خب من دارم میگم جدا از این که چه چیزی ممکنه، خب این کتاب مسیحی ها، خب یا به شدت بی‌رحمانه است یا خیلی بد نوشته شده، یا این خدا خب عوضیه، خب و به شدت خشنه و اصلا در جایگاهی نیست که بتونه ما رو قضاوت بکنه، بلکه خودش از همه فاسدتره. خب یا اگه واقعا این که خدایی که تو داری میگی، باید بره کلاس انشا یاد بگیره چجوری با ما حرف بزنه. خب ممکنه واقعا این خدایی باشه که اصلا قضاوتش حرف نداره، صد از صد، خب تاپ ناچ، بست جاج. خب اولا حتی اگرم واقعا یه قاضی عالی باشه، یه قاضی بسیار عالی، خودش باید متوجه باشه که نمیتونه بیاد به زور بر مردم حکم بکنه. الان باید از دنیای مدرن یاد بگیره که باید بیاد اول ما بپذیریم به عنوان یه قاضی، بعدش به قضاوت بکنه. ولی حالا اون جدا از اون. ولی این خداه کتابش خیلی بد در مورد، یعنی خودت هم گفتی برداشت از این آیه ها راحت برخلاف اون چیزایی که تو داری میگی. خب حالا من دارم میگم این خدا، وای اگه واقعا این خدایی که تو داری میگی و برداشت من از این همین آیه ها اشتباه بوده، من تقاضام اینه که بیا درست حرف بزن. این کتاباتو میدونی بهش بگید 2000 سال مردم به خاطر این عدم شفافیت این آیه هاش چقدر تو سر هم زدن، به خبر نداره، بیا اینجا من بهش میگم. خب اصلا داغون کرده دنیا رو به خاطر این کتابش. خب بیا بهش مثلا میشینیم با هم، اگه بلد نیست چجوری حرف بزنه، یه مش آدم متفکر میاریم، مثلا تک تک بند بند این آیه ها رو با هم چک میکنیم، شفافتر واضحتر. به من بگو ربکا، اگر واقعا خدا منظورش نبود، زورش میومد خیلی راحت این حرف رو که تو داری میزنی رو اونجا بگه؟ زورش میومد بگه آقا جان ما شکنجه نمی کنم شما رو میمیرید بعد تموم میشه؟ چرا آیا قبول نداری که تو حرفایی رو که الان تو داری به من میزنی، تو داری به من میزنی واضح تر از چیزیه که تو انجیل نوشته شده؟ واضح تر نیست؟ ولی خب فکر میکنم که خیلی فوق‌العاده است که این کتاب ما میتونیم 2000 سال بعد، خب میتونیم بفهمیم. خب این کتاب درسته که چند چیزهای مشکل شفاف نیست، خب موافقم که چند چیزها شفاف نیستن. چرا؟
این کتاب 2000 سال پیش، مثل گفتید 3000 سال پیش در برای اتیاتیک نوشته شده. خب پس کتاب موقع نوشته که شفاف بوده. برای من فوق‌العاده است که ما در فرهنگ ما در جاهای مختلف در دنیا ما میتونیم چگت یاد بگیریم از یک کتاب. خب ربکا کتاب افلاطون کتابش از کتاب عهد جدید قدیمی تره. خب شما میگین چون قدیمی شفاف نیست، شما برین داستان افلاطون وقتی داشته درباره مثلا سقراط حرف میزنه، شما به من میگین کجاش خیلی شفاف، اصلا واضحه داره چه اتفاقی میفته. داستانایی که ایلیاد و هومر رو برو بخون، شما ایلیاد و هومر رو میخونین مردم میدونن داره چه اتفاقی میفته، شفافه. یعنی قدیمی، حتی قدیمی تر از که بایبله، قدیمی تر از عهد جدیده، کاملا شفافه. اینکه قدیمی بودن شما بهونه خوبی برای عدم شفافیتش نیست. ولی ایلیاد هومر جمهوری افلاطون هست توی کتاب مقدس که خیلی شفافه. موافقی؟ آره یه سری داستانی داره که شفافه. بله خیلی اینکه هنر نیست. ببینیش ببین چقدر ما داریم کوتاه میام سر این خدا. خب یعنی خدایه خدایی که خالق جهانه داره میگیم آفرین، همه جاش گنگ و بیمنی نبود. یه کتاب داری که بعضی جاها شما میفهمیم داری چی میگی. آخه این استاندارد خیلی پایینیه به نظر من. همین که مقدارش شکایتت به خدا پیام میدم. اوکی ممنون. قبول نداری شکایت به جاییه؟ خب میفهمم. من هم فکر میکنم که چند چیزها میتونن شفافتر بشن، ولی هم خب من میفهمم که این خب خدا خودش ننوشت، درسته؟ مردم اینو نوشتن. اوکی پس ببین، پس تو آیا از اون مسیحیایی هستی که قبول، اگه میخوای اینو بگی که این خدا وحی خدا الله نیست، مردم برداشتشون از خدا اینه، پس آیا الان داری میپذیری که کتاب عهد جدید میتواند نقص و مشکل داشته باشد؟ بله حتما. همین که اینو قبول کردی به معنی این هست که این منبع خوبی برای ما نیست. نه هنوز منبع خوبیه. خب اگر کسی کسی یک جرم ببینه خب و میره به کلانتری خب و شاهد میکنه که اینو اتفاق افتاد و خب ممکنه جزئیات اشتباه میکنن، ولی هنوز مشاهده خوبی باشه. آره. درسته؟ بله ببینیم، ما اگه مثلا یک شاهد عینی از یه جرم داشته باشیم، خب چون میدونیم این میتونه اشکال داشته باشه، نمیدونیم کدوم قسمتش درسته کدوم قسمتش غلطه، برای همین تحقیقات بیشتری لازمه. اگه مثلا شاهدای مستقل دیگه ای هم اگه وجود داشته باشن، میبینیم که چقدر مثلا این داستانش رو ما هم تطابق داره، برای اینکه میدونیم یه نقصایی میتونه داشته باشه. خب ما الان این کار رو با انجیل، با کتاب عهد جدید نمیتونیم بکنیم. چرا نه؟ به خاطر اینکه میتونیم اگه بخوایم بکنیم، باید بریم منابع غیر مسیحی رو نگاه بکنیم. خب میتونیم بکنیم و ببینیم چقدر با این ادعاهای چقدر تطابق داره. خب مثلا فرض کنیم که یه نفر اومده میاد میگه که به پلیس میاد میگه این اتفاق افتاده. خب من یه شاهد دومم پیدا میکنم که اونم یه داستان میده، بعد من میام نگاه میکنم که چقدر تطابق داره. با انجیل هم ما میتونیم همین کارو بکنیم، با بخش با کتاب عهد جدید. خب ما یک منبع مسیحی داریم، خب بعد نگاه میکنیم ببینیم منابع غیر مسیحی درباره مسیح و اینا چه چیزایی گفته و میام ببینیم چقدر با هم تطابق داره، که این کار به شدت شده. خب و قسمتایش که تطابق داره
به اندازه کافی هست که مثلا یک سری از ادعاها رو بشه مثلا باور کرد که درسته. خب ولی قسمت های ماورای طبیعیش هیچ وقت اثبات نشده. میدونم چیه؟ مثلا چیزایی که میدونیم اینه که یک سری کسایی بودن مسیحی بودن که به شکنجه شدن، به شهید شدن، خیلی احتمال این که واقعا یک کسی بوده که مسیح بوده، یه شخص یهودی که معلم بوده و بعدن باعث وجود اومدن دین شده، احتمالشو خیلی زیاده. خب یعنی وجود خارجی این شخص داشته، به نظرم میرسه که احتمالش بالاست. ولی همیناست، یعنی خیلی بیشتر از این نه سند نداریم. مثلا اینکه حرفایی رو که زده واقعا اون حرفا بوده. اتفاقا خیلی از حرفاشو جاهای دیگه هم شنیده شده قبل از مسیح، که به نظر میرسه که ممکنه تحت تاثیر عقاید دیگه قرار گرفته بوده، یعنی عقایدی که مسیحی‌ها دارن می‌سازن. یعنی شما تکامل این عقاید، فرگشت این عقاید رو نگاه بکنید، می‌بینی که اوایل مسیحیت با اواخرش، مثلا تو قبل از اینکه چیز بشه، کانونایز بشه، به رسمی بشه، در طول یک زمانی همش داشته عوض می‌شده. یعنی مسیحیت از همون زمانی که مسیح میگن زنده بوده، با زمانی که بالاخره مثلا توی روم و اینا اومدن مسیحیت رو رسمی کردن، زمین تا آسمون خیلی از عقایدشون فرق داره. خب ما مسیحیت‌های بسیار مختلفی داشتیم که اینا با هم داشتن رقابت میکردن و عقایدی داشتن که امروز اگه به کسی بگی اصلا اینو مسیحیت حساب نمی‌کنه. خب ما اون زمانی که مسیحیت تازه داشته به وجود می اومده، عقایدی داشتیم که مسیح، خدای واقعی با مسیح تو جنگ بوده. یعنی یاوه یک کسی بوده و مسیح یک کسی دیگه بوده، یاوه خدای بد بوده، مسیح خدای خوب بوده. ما عقاید مسیحی داشتیم که مسیح اصلا پرواز میکرده. خب ما عقاید مسیحی داشتیم که جودا اون آدم خوبه بوده، اون کسی بوده که میدونسته واقعیت وجود مسیح واقعا کی بوده، بقیه اون 11 نفر آدم های بودن که اصلا اون اصلا به مسیح نزدیکتر بود. خیلی مسیح های مختلفی داشته، کلی کتاب های انجیل های بوده که کانونایز نشده، به رسمیت شناخته نشده. شما وقتی که تاریخ اولیه مسیحیت رو نگاه میکنین، خیلی واضح میاد که این یک چیزی بوده که ساخت بشر، رقابت عقاید بوده و بین این دعواهای عقیدتی اون چیزی که پیروز شد بالاخره کانونایز شده و به رسمیت شناخته شد و این دینه اینجوری به وجود اومد. یعنی شما اگه اینو مطالعه بکنید، خیلی سخت میشه باور به این که این یه چیز الهی بوده، از خدا اومده. خیلی انسانی به نظر میاد به جایی که الهی به نظر بیاد. البته همه ادیان اینجوری هستند. یعنی شما تاریخ دوران اولیه‌شون وقتی مطالعه بکنید، این ساخت بشری بودنش یه مقدار واضح میشه. میدونی منظورم چیه؟ واضح. Obvious. It will become okay. Almost obvious. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. خب ولی برای کلیسا در اول، اولین مسیحیان، خب برایشون واضح بود. خب اونا نامه ها از پولس قبول کردن، نامه ها از پتروس و یوحنا قبول کردن و برای اونا واضح بود. خب پس ما، خب یک کس نبود، یک رهبر نبود که گفت این کتاب ها قبول می کنیم و دیگران قبول نمی کنیم. خب این خیلی طبیعه بود که که اونا این نامه ها قبول کردن. خب آره، ولی خیلی خیلی نامه ها بود که فرقه های مختلفی قبول داشتن. یعنی نوشته هایی بود که بعضی از فرقه های مسیحی قبول داشتن و یه نوشته های دیگه بود که یه فرقه های دیگه قبول داشتن. و خیلی از این نوشته ها در نهایت وارد کتاب عهد جدید نشد، به خاطر اینکه یه سری سیاست، یعنی این کتابی که تو داری به عنوان کتاب عهد جدید میخونی، به این دلیل شد کتاب عهد جدید که یک سری آدم های قدرتمند توی روم در با هم تصمیم گرفتن که این کتاب ها رو بکنن تو کتاب عهد جدید و یه سری کتاب ها رو نکنن تو کتاب عهد جدید. یه سری رقابت های بود
مثلا چرا گاسپل مثلا انجیل توماس، خب چرا انجیل توماس وارد کتاب عهد جدید نشد؟ خیلی دیر نوشته شد و هم از توما ننوشته بود. آگه همشون اینطوری هن، همشون رو، یعنی مثلا مسی رو که مسی ننوشته که، قبول داری؟ نه انجیل قبول مسی... ندارم. چرا خوب. فکر آگه. میکنی متا ننوشت؟ این اینا دیگه خب اینا دیگه اینا موضوع دیگه هست. اینا این خیلی ربکا این خیلی قبول دارن که مثلا انجیل متی رو متی ننوشته. این الان تمام خدایان قبول میکنه. نه حتی حتی توی دنیای آکادمی که توی دنیای آکادمی که بیبلیکال اسکالرشپ، حتی مسیحیانم مسیحیان دانشمندم به این نتیجه رسیدن که اینا رو متی رو متی ننوشته و بقیه انجیلا هم اون کسی که اون انجیل به اسمشه رو ننوشته. کمی از اونا. انجیل جودا چی؟ انجیل جودا به انگلیسی چیه؟ Judas or Judas? Wait, hold up. I don't know how you call it exactly. Gospel. You have you heard of any of it? Well, I don't know which one. Judas. Yeah, Judas. Gospel of Judas. Yes. Okay. ما قبول نمی کنیم Gospel of Judas. ما قبولش نمی کنیم. مسیحی. آره چرا؟ خب خوندیش؟ خوندیش تالا گاسپل جوداس شنیده بودی؟ اسم گاسپل جوداس شنیده بودی؟ میرسی جوداس گاسپل داره؟ نه اتفاقا نه، ولی زیاد هست، زیاد انجیل هست که قبول نمی کنیم. خب این انجیل ها رو کی نخوندم. ببین بغیر از اون چهار تا انجیلی که توی کتاب عهد جدید بله. گذاشته شده، ما انجیل خیلی بیشتر از اون انجیل ها داریم، درسته؟ بله درسته. کی تعیین کرد که این چهار تا انجیل جز کتاب عهد جدید باشه؟ من گفتم کلیسا اول، خب در اول مثل گفتم یک رهبر نبود، در روم نبود که قبولش کردن، خب در جای مختلف، خب زیاد کلیسا در هر شهر، آره با هم در ارتباط بودن از شهرهای مختلف، بدن ولی برای قرن اول خب اونا فقط این نامه دوست داشتند، این نامه دوست نداشتند، قبولش نکردن هر کلیسا، خب پس ولی در وقتی که در Council of Nicaea خب در اون موقع خب کلیساها چند نوشته ها قبول کردند، خب قرن بیش، میفهمین چی میگم؟ بله بله ولی درسته. نه اوکی، تو میگه خیلی از این که کدوم انجیل ها و کدوم نوشته ها قابل قبوله و قابل قبول نیست، خیلی قبل مثلا تعیین شده بود، خب بله. ولی خیلی هاشم تا اون زمان و حتی بعدش هم هنوزم در رقابت بودن، خب یعنی وقتی که روم داشت مسیحی میشد، هنوز هم این که چه چیزی ارتودکس هست و چه چیزی ارتودکس نیست سر این دعوای شدید بود. بله راجع به طبیعت خدا عیسی مسیح، خب تثلیث، اینطوری می جنگیدن. چرا؟ چون مثل گفتید انجیل شفاف نیست، خب انجیل شفاف نیست راجع به طبیعت خدا، خیلی مشکله تثلیث بفهمه، درسته؟ دعوا سر این بود که آیا خدا واقعا خداست، آیا مسیح واقعا خداست، یا اینکه پسر خداست، یا اینکه یک انسانه. بله. که دعوا سر این بود، خب خیلی مشکل بود
و الان اگر و اینکه شما الان بر این باورید که عیسی مسیح خود خدا بود، بله، به خاطر اینه که در اون زمان در اون رقابت کسایی که میگفتن نه عیسی مسیح مثلا پیغمبر خداست و خدا نیست، اونها شکست خوردن. خب و کسایی که میگفتن عیسی مسیح خودش خود خداست، اونها پیروز شدن و چیزی که به رسمی شناخته شد این عقیده است که عیسی مسیح خداست. خب ولی اگر اونهایی که داشتن بر این عقیده بوده که عیسی مسیح پیغمبر خداست، اگه در اون زمان اونها پیروز میشدن، به احتمال زیاد شما هم الان امروز باورتون این بود که عیسی مسیح پیغمبر خداست. دقیقاً درسته. اوکی خب پس من نمیدونم این... چرا پیروز شدن؟ چرا؟ خب چرا؟ خدا خدا کنم. انجیل خب من فکر میکنم خیلی خوب فکر کردن. خب و اونایی که پیروز کردن، خب فکرشون پیروز کردن، درست بودن. چون من وقتی انجیل میخونم این همین میبینم. خب کمی گیج کننده است وقتی خب ولی شما کتابی که داری میخونه خیلی کتابای دیگه همون زمانها نوشته شده بوده که خیلی چیزای مخالف اینو داشته میگفته. شما میگی من دارم این کتابا رو میخونم به نظر میرسه که برداشتشون درست بوده. خب کتابایی که برداشت دیگه رو داشته رو حذف کرده. کتابایی که یعنی they got rid of it. Right? خیلی که اون موقع مسیحیان نوشته هایی که داشتن کلی برداشت های مختلف از مسیح داشتن. خیلی اون کتاب هایی رو که شما نشون میده مسیح مثلا ذاتش یه چیز دیگه ای بوده، خب اون کتاب ها رو دیگه شما به عنوان بایبل نمیخونید، برای اینکه اونا حذف شده از چیزی که مسیحیت به رسمیت شناخته. حالا یه چیز دیگه هم بگم، اون کسایی که باور داشتن، اون مسیحیانی که باور داشتن که مسیح خود خدا نیست و پسر خدا، یعنی پسر خدا هم نیست ولی پیغمبر خداست، خب اونها شدن هرتیکس، یعنی اینکه شدن مرتدین، یا چه میدونم چی میشه به فارسی، یعنی مرتد حساب شدن. خب و تحت عزیز قانونی حرفاشون رد شدن و جوری که حتی اجازه مثلا بعد از اینکه این عقاید شما که الان دارید به رسمی شناخته شد، حرفای مخالف این مسیحیان هنوز وجود داشتن. خیلی از این مسیحا بودن که هنوز میگفتن نه مسیح پیغمبر خداست. خب و اینا مجبور شدن که از این شهرها دور شن و برن جاهای دیگه زندگی بکنن، جاهایی مثل خاورمیانه، درسته؟ و اینا مسیحیانی بودند که میگفتن مسیح پیغمبر خداست و خدا پسر ندارد و اینا اومدن دورور جاهایی که اسلام یک روزی دنیا اومد. خب و این مسیحیانی که باور داشتن که مسیح پیغمبر خداست، کسانی بودن که پروتو اسلام رو به وجود آورده، یعنی اسلام چیزی که بالاخره منجر شد به اسلام، به خاطر اینکه مجبور شدن از شهرها اینا دور شن و برن جاهای دور زندگی کنن. جالبه نه؟ اوکی. ولی چه اشکالی هست؟ بله اشتباه کردن، ولی خب خوشحالم که خدا عبادت میکنن. خب خوبه. خوشحالم که باور دارند که عیسی مسیح مهمه. خب خب پس عیسی مسیح چیش یه چیزی با عیسی مسیح چیش خوبه اینو بخوام، چون من چیز خوبی تو عیسی مسیح ندیدم. من انجیلو، خب یعنی کتاب عهد جدید رو چند بار خوندم، خب چیز خیلی خوبی درباره نه بذار مصطفی صحبت بکنم. خب البته نه اونم نه اونم خوب نیست، نه هیچ چیز خوبی من توی عیسی مسیح ندیدم. میخواستم بیام بگم که مثلا چه میدونم مثلا یه آدمایی رو شفا داد، یه آدمای کوری رو که اونا رو شفا داد، یه سری آدم مریض رو شفا داد. خب هی هر چی میخوام یه چیز خوب دربارش بگم یادم میاد که این بلا رو خودش سرشون آورده. خب یعنی اگه این خودش خداست، مریضیه رو خودش آفریده. خب پس اگه یه مریض رو شفا بده، من نمیتونم بهش بگم آفرین مریضی رو شفا دادی، خدا دین مریضی رو آفریدی.
خب نه اگه کسی فکر میکنین مریض از خداه؟ آیا خدا همه چیز رو نافریده؟ نه نه، شیطان هم خب مسئولیت داره برای مریض. خب ویروس، ویروسی که باکتری رو که مثلا یه نفر رو مریض میکنه اونو کی آفریده؟ فکر میکنم که این چیزها که خدا آفرید خب گاهی اوقات عوض کردند تا چیزی دیگه انجام بدن. میفهمین چی میگم؟ که فساد که در این دنیا چیزهای یعنی باکتری رو خدا یه چیز دیگه بوده، بعد شیطان اومده مثلا یه سلول رو باکتری کرده، عوضش کردن. عوضش کردن. بعد شیطان کی آفریده؟ خدا. اوکی. خب باز برمیگردیم خدا. خب خدا وجودیت آفریده که اراده خودشون دارن. خب شیطان اراده خودش داره. خب شما اراده خودتون داری و اینطوری خدا چیزهای آفریده که ما مسئولیت خودمون داریم و اراده خودمون داریم و من مثل روبات نیستیم. میفهمید؟ آره، ولی من اگه یه زلزله بیاد خب سقف خونم بریزه روی دختر و بچه‌م، دختر و بچه‌م جلوی چشمم بمیره، خب من نمیدونم، من کاری نکردم که زلزله بیاد. چرا من کاری کردم؟ من میگم شما مسئولیت دارید برای زلزله. بله. تو گفتی دفعه قبلم تو فکر کردی ما چون گناه میکنیم زلزله میاد. آره، فساد ما اثر داره در زلزله. بعد آیا قبول داری قبل پس مثلا همه بلاهای طبیعی هم که داره میاد به خاطر گناهای ماست؟ اگه ما گناه نمیکردیم مثلا زلزله منو نمیکردیم. آیا قبل از اینکه انسان وجود داشته باشه زلزله میومد؟ یعنی که اون موقع زلزله نمیومد؟ نه نمیومد. فقط اوکی. موقعت طولانی نبود. یادتون میاد که من باور دارم که در شیش روز خدا همه چیز آفرید. خب بعد کل تاریخ جهان چرا دارید که همه مواد در این دنیا و همه ستاره ها و همه کاکشان ها در یک نقطه خیلی کوچیک بود و برای دلیل که نمیدونیم انفجار شد و همه چیز اینجاست؟ خیلی باور نکردنیه. بعد با چیزی که باور کردنیه اینه که جهان چند ساله؟ کل تاریخ جهان چند ساله؟ من نمیدونم، ولی فکر میکنم هزارها سال کنه هست. نه چند هزار سال؟ میلیون ها، بیلیون، چند هزار سال؟ نمیدونم، بالای 100 هزار سال؟ 10 هزار؟ ده هزار سال؟ ممکنه. یعنی از شروع جهان تا حالا 10 هزار سال شد. این باور منه، ولی خب نباید مسیحیان نباید اینو قبول کنن. خب زیاد مسیحیان باور دارن که جهان خیلی، کره زمین خیلی قدیمیه. خب اشکالی نداره. خب باش. اگه جهان واقعا 10 هزار سال باشه میشه گفتش که شاید مثلا قبل از اینکه بودیم نه چیزی زلزله میتونه بوده باشه، ولی باک تو فکر میکنی مثلا تو کره های دیگه زلزله هست؟ تو کره های دیگه، تو کهکشانمون آیا زلزله میاد؟ بله. اوکی. تو اون کره ها اگه زلزله میاد به خاطر گناه زلزله میاد یا اینکه اونا بدون گناه زلزله میاد؟ خب من فکر میکنم که همه از همه چیزهایی که خدا ایجاد کرده یک تأثیر از گناه ما داره. میفهمین چی میگم؟ یعنی خب... اگه سیاه چالم هست، اگه یک سیاه چالم هست اونم به خاطر گناه ما هست که یک سیاه چال یه جایی تو کهکشان هست. آره؟ نه جالبه برام این. آخه قضاوت کردن منفی یا مثبت بودن چیزهایی که توی خارج از کره زمین اتفاق میفته کار سختیه.
مثلا سیاه‌چال مثلا منفیه، مثلا یه چیز مثبت که خارج از کره زمین اتفاق میفته میتونه چی باشه؟ مثلا خورشید چه؟ ببخشید نفهمیدم. نه از بحث که در کره زمین کی کی مسئولیت داره؟ بذار اینجوری خلاصه بگم. به نظر میرسه که عقاید، آخه ببین اینجوری که نمیشه که ربکا عقایدو داری خب، بعد هر مشکلی که هست با توجیهش با عوض کردن ذات جهان میتونی همه باورهای خودتو توجیه بکنی. یعنی ببینید برای یک کسی مثل من واضحه که اگه یک زلزله بیاد و مردم بدبخت بشن بخاطر زلزله، مردم کاری نکردن که با این مسئولیت این زلزله با اونا باشه. خب ولی تو کسی هستی که خدا باید مهربون باشه، چون باور که این بجای اینکه همه چیز رو با این دیدگاه شروع میکنی، یعنی بجای اینکه به این نتیجه پایانش باشه، با این نتیجه شروع میکنی که خدا هست و خدا خوبه، بعد سعی میکنی که جهان رو جوری جا به جا بکنی عقایدتو برای درباره جهان که با این عقیده که خدا هست و خدا خوبه هیچ تناقضی نداشته باشه. خب اگر زلزله میاد و یه بچه من کشته بشه و این واقعا مسئولش ما نباشیم، تو میدونی که این باعث میشه که خدا بد دیده بشه. خب برای اینکه خدایی که قادر مطلقه نمیذاره یه همچین اتفاقی برای یه بچه بیگناه اتفاق بیفته یا برای پدر مادری که مسئول این نبودن. برای همین برای اینکه خدایت توجیه بکنی میای همه چی رو میچپونی، جهان رو ذاتش عوض میکنی، خب حتی میکنیش 10,000 سال و یه جوری هم میگی که زلزله با گناه های ما ربط داره. یعنی برای اینکه خدایت خود رو توجیه بکنی، ما باید زلزله باید از گناه های ما بیاد. آیا دلیلی داری که نشون بده که زلزله از گناه های ما میاد؟ خب درست راست میگین. خب راست میگین. دو منبع دارم که این فکر قبول میکنم. خب یکی کتاب مقدسه. کتاب مقدس میگه این چیزها که میگم که در اثر فساد ما همه چیزها همه بدبختی‌ها از گناه های ما میاد. خب هم این منبع یکیه. دیگه هست که تجربه دارم. خب تجربه با خدا دارم، میدونم از تجربه ام که خدا خوبه، خدا مهربانه، و تجربه با انسان دارم. خب خیلی تجربه با انسان دارم. خب تجربه خوبی با انسان دارم، ولی هم دیدم که همه از ما گناه دارم و میبینم هر وقت که نگاه میکنم میبینم اثر گناه ما در هر جا، در ایران میبینیم. خب از چی بد چیزی بد به مردم ایران اتفاق میافته؟ از کجا؟ از خدا یا از مردم رهبر دین؟ خب از کجا بد میاد؟ از کجا؟ در دنیای دیگه که هم دیگه میکشیم، هر جا فاسد انسان میبینیم. اوکی، ولی این که بعضی از بدبختی ما به خاطر اشتباهات انسان هاست به این معنی نیست که همه بدبختی ما به خاطر اشتباه انسان هاست. خب شما دارین تعمیم به کل میدید، میشه hasty generalization. اوکی، یه چیزایی رو مشاهده میکنید و از این نتیجه خودتون به این نتیجه میرسه که همیشه همه اینطوریه. خب در صورتی که ما اگه به خاطر سیاست های اشتباهمون زجر بکشیم، فرق داره تا این که مثلا بچه‌مون مثلا توی آفریقا مثلا یه کرمی اومده تو چشمش، داره چشمش از تو داره میخوره. خب یا اینکه یه زلزله میاد، یا اینکه یه آتش چون میاد یه رعد و برقی میزنه، یه روستا رو آتیش میزنه و کلی آدم زنده سوخت میسوزه. اینا فرق داره، اینا به خاطر گناه ما نیست. شما نشون ندادی که به غیر از اینکه مثال زدی، این مثالا رو نمیتونی تعمیم به کل بدی. یکی این، یکی هم حتی اون مثالایی هم که داری میگی به خاطر ما بدبختیامون به خاطر مثلا گناه های انسان های دیگه است، آره، ولی این تناسب نداره. یعنی من نمیدونم چرا بعضی از انسان هایی که بی گناهن باید زجر بکشن برای خاطر
گناه یه سری انسان‌های دیگه، این به نظر نمیرسه که منصفانه باشه. خب سه شما میگین که او بله زجر تو دنیا وجود داره ولی این از گناه‌های خود ما میاد. خب من نمیدونم یه بچه 4 ساله چرا اون باید زجر بکشه، یه بچه 4 ساله اون چرا اون باید تقاضا مثلا گناه‌های بقیه انسان‌ها رو بده، اون که نقشی نداشته. این چه انصافیه؟ چون ما این دنیا بد کردیم. ما فساد پخش کردیم در این دنیا و الان چیزهای خیلی بد اتفاق میافته. خب ولی خب خبر نیک اینه که خدا یک جای جدید، خب وقتی این دنیا خدا این دنیا آفریده همه چیز خوب بود، خب و دوباره چون ما بدش کردیم، خب دوباره خدا یک جای جدید ایجاد میکنه کجا بچه 4 سالگی کرم دوباره بیام دوباره برمیگرده اونجا، دوباره زنده میشه. اوکی اینم یک اینم منم یه چیزی بگم، این یک به نظر من این یکی از خطرناک‌ترین عقاید جهانه. خب چون ما ببین خودت بذار جای من، خب فرض کن اگه باور نداشتی که جای دیگه ای قراره باشه، اوکی میدونی چقدر تنها شانس ما اینه که با هم این دنیا رو بهتر بکنیم. خب این دنیا رو ببین، دین دارا این دنیا خیلی پیچیده است و دوست دارن به نظر من همه چی رو ساده کنن. خب این دنیا خاکستریه، سیاه‌سفید نیست، طیف‌های خاکستریه، طیف‌های مختلف خاکستریه. ولی طیف‌های مختلف خاکستری این که بفهمیم ما کجا هستیم، چقدر سیاهه، چقدر سفیده، چقدر داره بهتر میشه بدتر میشه، این تلاش میخواد، این فکر میخواد. خب دین دارا اومدن یک راه حل خیلی ساده دادن، یک دنیای دیگه ساختن که یکیش کاملا سیاه سیاهه، یکیش کاملا سفید سفیده. خب و مردم دو قطبی کردن اینو خیلی راحت پپ بزن، خوب و بد. خب و این دنیا رو میگن آه این دنیا خیلی بهش امیدی ندارن. خب و به جای اینکه به این دنیا امید داشته باشن همش دارن میگن اون سیاهه رو میتونیم بذاریم کنار بریم طرف این بهشته. خب در صورتی که ما باید مردم رو برگردونیم به این دنیای خاکستری پیچیده، خب و بگیم ول کنید اون دنیای خوابها، اون دنیای رویاها، خب که انقدر سیاه‌سفیده، چون زندگی پیچیده تر از این حرف هاست. خب این دنیا رو ما باید سفیدتر بکنیم، هیچ وقت نمیتونیم مثل اون بهشت شماش بکنیم، خب ولی میتونیم سفیدترش کنیم، میتونیم بهترش بکنیم. این دنیا که جهنمی هست میتونیم بهشتی ترش بکنیم. اگه ول بکنید اون بهشت خود بیخوده شما، اون بهشت رویای خودتون رو، این دنیا رو ما میتونیم بهشتر بکنیم. این دنیا رو ما درسته. میتونیم با کاری بکنیم که اون بچه 4 ساله به خاطر توی یه روستای فقیر به خاطر یه انگل تو چشمش انقدر زنج نکشه. خب بله درسته درسته. خب ما کاری داریم در این دنیا، نمیخواییم ببینیم که بچه رنج ببره، درسته؟ پس ما الان سعی میکنیم، به این دلیل اون دعایی که عیسی مسیح به ما داد میگه که ما میخواییم اراده خدا مثل بهشت در این دنیا بیاریم. خب ما میخواییم که اون چیزها که در بهشتن ما مسیحیان میخواییم در این دنیا این چیزها بیاریم، عشق و مهربان و کمک به دیگران. ما میخواییم این دنیا، چون در این دنیا مردم میتونند خدا را ببینند، خب و بهشت را ببینند وقتی این چیزها به این دنیا بیاریم. خب پس این راست میگین که بده، خیلی بده، خیلی خطرناکه اگر میگیم ما نباید نگران باشیم چون در بهشت همه چیز درست باشه، خب همه چیز خوب باشه. نه،
خب ما الان مبارزه میکنیم که چیزهای از بهشت به اینجا بیاریم و به این دلیل آرمین امیدوارم شما خیلی در نظر بگیرین چون شما خیلی کاری خوب انجام میدین در این دنیا ولی شما بدون قدرت خدا قدرت روح القدس کار میکنین. خب پس اگر قدرت خدا قبول میکنین خیلی بیشتر برای این دنیا انجام میدین و برای هر مسیحیان باید بدونیم که قدرت عیسی مسیح مثل عیسی مسیح شفا داد به مریضان و بیننده به کوران داد. ما میتونیم همین انجام بدیم. خب پس راست میگین که نباید بگیم که در بهشت درست میشه نگران نباشی. نه الان مبارزه میکنیم که که این دنیا بهتر بشه که اونا نباید رنج بکشن. خب پس نمیخوام ببینم که با چه گرسنگی از گرسنگی بمیرن. خب و خدا اهمیت میده. دیدی که در روز قضاوت عیسی میگه کجا بودید وقتی من گرسنه بودم؟ خب کجا بودید وقتی من لباس لازم داشتم؟ کجا بودید؟ خب عیسی مسیح اهمیت میده به چه کار انجام میدیم در این دنیا. آره این آیه های مثل این وجود داره. خب ولی اگه بیاین نتیجه رو مقایسه بکنیم، خب یا آیه داریم توی انجیل که من این آیه رو اتفاقا خیلی دوست دارم توی کتاب عهد جدید، میگه که we shall know them by the fruits of their labor. okay. فارسی این ترجمهش نمیدونم ترجمه خوبی براش داریم، میگه که اونها رو ما میشناسیم از میوه، به وسیله دیدن میوه کارهاشون. خب یعنی که خب خب میوه دین چی بوده؟ یعنی ما میخوام این دنیا رو بهتر بکنیم. میگه شما میخوان دین دارن میخوان این دنیا رو بهشت بکنه. خب شما نگاه بکنید در طول تاریخ، اگه نگاه بکنید جهان هر موقع از دین جدا بیشتر جدا شده، هر موقع که کلیگویی نمیخوام بکنم، خب ولی هم یک همبستگی و هم یک الیت دیده میشه بین کاهش تمرکز روی دین و فعالیت‌های دینی و پیشرفت جامعه. خب شما حتی نگاه کنید تو کشورهای مسیحی هم دنیای مسیحیت وقتی وارد یک پیشرفت شدیدی شد که مسیحیت رو هرچی بیشتر کنار کنار بیشتر کنار گذاشت و به این دنیا چسبید نه به آخرت. خب و به علم، به طبیعت، به انسانیت، به جای خدا به انسانها، خب به فلسفه های غیر دینی. خب وقتی تمرکزش رو گذاشت روی به صنعت، خب وقتی به جای دین به هیومنیزم، به سکولاریزم، اومانیستی، وقتی تمرکزش رو گذاشت روی این چیزها و یا دین رو گذاشت کنار یا اینکه دین رو کم رنگ تر کرد، باعث شد که گرسنگی کمتر بشه. شما مسیح شما، خب تو به ادعای خودتون میگه به چند نفر رفت غذا داد، میگه چند نفر گرسنه رو گفتش که. خب ولی دنیایی که از دین جدا شد، از مسیحیت جدا شد، خب فقر رو در بسیاری کشورها داره ریشه‌کن میکنه، بیماری ها رو داره از بین میبره، آب قابل مصرف رو به شکل قابل غیر قابل باوری تو در تمام طول تاریخ بشر در دسترس انسان ها قرار میده، جنگ از لحاظ تاریخی و خشونت به شدت کاهش پیدا کرده، زندگی انسان ها مرفه تر شده،
آزادی انسان‌ها بیشتر شده و همه اینها موقعی اتفاق افتاد و نه فقط موقعی، به علت این اتفاق افتاد که مردم دین، مسیحیت، اسلام، یهودی، هندویزم، بودایزم این را گذاشتن یا گذاشتن کنار یا کمرنگ ترش کردن و به این دنیا فکر کردن. ولی آرمن، این خیلی ساده است. خب تاریخ پیشیده است. خب و نمیتونیم بگیم که بدون مسیحیان بهتر میشه. ولی موافقم با چیزی، خب، که اثر دین گاهی اوقات خیلی بده. و یادتون بیاد که عیسی مسیح با کی عصبانی بود؟ با کی؟ با رهبر دین. خب با رهبر دین اون درخت نمونه رهبر دین بود اتفاقا. خب پس اگر نگاه کنید ببینین که اون داستان راجع به درخت خیلی نزدیک، بعد از عیسی مسیح هشدار به رهبر دین داد. خب پس اون درخت نمونه رهبر دین، خب، که کار خدا انجام ندادین. حرفهایشون راجع به خدا بود ولی کارشون خوب نبود. عیسی مسیح نگفت که الان ما بیشتر دین لازم داریم، من اینجا هستم که بیشتر دین به شما بدم. خب نه، دین لازم نداریم. چه لازم داریم؟ عشق خدا لازم داریم، روابط با خدا لازم داریم. عیسی مسیح آمد تا ما را نشون بدیم چطور زندگی کنیم و به ما نجات بدیم از گناه و از مرگ. خب پس برای دین نبود که عیسی مسیح آمد، برای انسان آمد. مسیحی ها خیلی هاشون عشق به مسیح ها بهش میگن این دین نیست. خب ولی از ما بی خدایان این رو هم دین حساب میکنیم. خب برای اینکه دین انقدر چندشاور شده که بسیاری از مسیحی ها برندشون اینه که بقیه دینن، ما دین نیستیم، ما عشق به مسیح هستیم. خب برای ما عشق مسیح هم همون دینه. دو تا نکته، یکی هم این که حالا اون مسیح هم اگه اومده گفته به بقیه که شما این رهبران دینی دارین کاراتون اشتباهه، خب همون کارهایی رو که اون باش مشکل داشت الانم به اسم مسیح هم داره همون کارها ادامه پیدا میکنه. حتی اگه انگیزش هم این نبوده، نتیجه مسیحیت همون چیزهایی بوده که مسیح میگفته من ازش بیزارم. خب پس حالا اگه نیتش هم خوب بوده خیلی مهم نیست، چون نتیجهش بده به نظر من به درد نمیخوره. و این نکته اول. نکته دوم هم این که شما میگید عشق به مسیحیت میتونه زندگی ما رو بهتر بکنه، در صورتی که الان شما اگه نگاه بکنین بهترین کشورهای دنیا، خب، که کمترین بدبختی رو دارن و بیشترین رفاه رو دارن، خب، و کمترین ظلم رو دارن و بیشترین آزادی ها رو دارن، تو اون کشورها اتفاقا عشق به مسیح از همه جاهای دیگه کمتره. ولی آرمین این خیلی ساده است که حرف میزنین، چون خب میگین که خب از اثر چی؟ خب اون کشورها که خیلی خوبن، خب اصول عیسی مسیح زندگی میکنن. خب پس نمیتونیم بگین که بدون عیسی مسیح یا بدون مسیحیان همه چیز خوب باشه. نه، نگفت. چند مسیحیان در اون کشورها هستن که کار میکنن برای دیگران. خب من نمیگم که بی خدایان خب بی خدایان خیلی کار خوبی انجام میدن، من قبول میکنم که شما کار خوبی انجام میکنی. خب من موضوع مسیحیان و بی خدایان نبود. خب من دارم میگم که هر موقع اولا یک وقتی که مثلا کشور اروپایی بهتر شدن، خب به خاطر این بود که مسیحیت داشت کم رنگ تر میشد. خب حتی کسایی هم که مسیحی موندن، نمیگم فقط بی خدایان، حتی کسایی هم که مسیحی موندن مسیحیتشون رو کمتر از قبلا جدی میگرفتن. خب و عقاید و باورهایی که اروپا رو بهتر کرد، حتی تو کشورهایی هم که مسیحیت اصلا نداشتن،
خب یعنی اون عقاید و باورها اون کشورها رو بهتر کرد. من فقط کشور اروپایی رو نمیگم، من درباره کره جنوبی هم دارم میگم، درباره ژاپن هم دارم میگم، درباره تایوان هم دارم میگم، درباره هنگ کنگ هم دارم میگم. خب این کشورها عقایدی رو که از اروپا گرفتن عقاید غیر مسیحیشون بود و نشون داد که عقاید غیر مسیحی اروپا بود که اروپا رو بهتر کرد، برای که این کشورها رو هم بهتر کرد، با اینکه این کشورها سابقه تاریخ مسیحیت رو نداشتن و اروپا هم موقعی، یعنی این نشون میده که نه تنها همبستگی اینجا وجود داره، علیت هم وجود داره. یعنی هم تو اروپا وقتی مسیحیت کم رنگ شد اروپا پیشرفت کرد، خب هم کشورهایی که عقاید این کشورهای اروپایی رو برای مدیریت کشورشون گرفتن از اروپا گرفتن ولی مسیحیتشون نگرفتن به همون شکل پیشرفت کردن. یعنی پس مسیحیت نبود که درست نیست ولی نمیخوام بس کنم چون ما میتونیم جارو بس کنیم. من میگم این مسیحی اینو کار خوب انجام داد و شما میگین این مسیحی این کار بد انجام داد. نه من اینو نگفتم. ولی خب چه اتفاق میافته؟ خب اشکالی نداره، ولی چیزی خوب گفتی. خب چون ما باید مواظب باشیم مسیحیان، ما باید یاد بیاریم که اونایی که عیسی مسیح باهشون عصبانی بود رهبر دین. خب در دین ما باید خیلی مواظب باشیم که مثل اونا نباشیم و در خطر هستیم، همیشه ایمان دار در خطر هستیم مثل اون دینی که دوست عیسی مسیح دوست نداره. ما در خطر هستیم، باید مواظب باشیم تا اینطوری نباشیم که دیگران قضاوت نکنیم، که دیگران عشق داشته باشیم، که نباید دین ما خالی باشه و بد باشه. اوکی حالا من شرایطم رو برای روابط دیپلماتیک با پادشاه خدا گفتم. خدا چیز داره از ما؟ چیزی درخواستی داره؟ درخواست مستقیم خدا میخواد شما بدونین که خیلی خوشحاله با زیاد از کارتون، خیلی خوشحاله. خب و خیلی دوست داره این چیزها که برای انسان انجام میدین که میخوایید که اونا آزادی داشته باشن، که حقوق بشر برای حقوق بشر میجنگین. خیلی خوشحاله. ولی خب یک چیزی هست که خدا با جمهوری بی خدایان خوشحال نیست. خب و شما رهبر، یکی از رهبر میدونم سوزانا و دیگران، حسن بابک و دیگران. خب ولی این چیزها خدا دوست نداره، دوست داره که شما دیگر انجام نمیدین. اینه که الان داری تشویق میکنی که انسان به پورنوگرافی نگاه بکنن و این خیلی برای انسان خوب نیست، خیلی فساد پخش میکنه و تشویق میکنه که دیگران سوء استفاده میکنن و انسان مثل شهوت داشته باشن. پس خدا دوست نداره این. چه میگی؟ میتونیم بررسی کنیم که مشکل پرن چی هست. میخواییم دفعه بعد در برین صحبت کنیم؟ میتونیم. اوکی نه چون این فکر کنم این برنامه خوبی باشه. من فکر کنم در برین حتی میتونیم دو ساعت صحبت کنیم اگه میخوای. بله دوست دارم. چون من به نظر من با آزادی های جنسی خیلی اعتقاد دارم و فکر میکنم هرچی که آزادتر باشه این موضوع بهتره. اوکی من اگه کسی بتونه من نشون بده که این چه ضرری داره،
اینجوری قطعش میکنم. یعنی مثلا میام میگم که فکر کنم شما درباره هنرهای هفتگی من داری صحبت میکنی، چون ما تو هنرهای جمهوری به خدایان هر هفته هنرهای هفتگی داره و یک سری نقاشی های بسیار زیبا و سکسی داره از مسیح، از حضرت مریم، از حضرت فاطمه، از محمد، از خداهای هندوها و اینا به شدت اکسپلیسیت و سکسی هستن. برای کسایی که از ما حمایت میکنن اینا رو میفرستیم تو پیتریان، از ما براشون میفرستیم و شما میگین اینا بده. بده، درسته؟ اوکی. آره، من خودم فکر میکنم این بد نیست، نه تنها بده، بسیار زیباست و کار هنری هست. ولی اگر کسی اگه میتونم بپذیرم که به محضی که بفهمم این ضرر داره و بده، من خدا هم حتی از ما اینو نخواد، حتی فقط خودم متوجه بشم که این ضرر داره، اینجوری قطعش میکنم. خب، یعنی برای اینکه من خودم دوست دارم کاری که میکنم تاثیر مثبتی تو جهان بذارم، نه تاثیر منفی دوست ندارم بذارم. خیلی خوبه. آره، ولی خب باید ببینم که واقعا تاثیر منفیش چیه، چون که من فکر میکنم تاثیر مثبته، منفی نیست. خب پس ولی میخوایی برنامه دیگه انجام آره، بدیم؟ آره، چون که تایتل برنامه خوبه میشه فکر کنم، در برای سود و ضرره. آره. خب خیلی خوب، پس دیگه ندارم امروز، ولی شکایتتون خدا بگو. من نمایندهش هستم. من بهش بگو، بهش بگو. جوابم میده اگه مشکلی نگه، جواب نمیده حرف گوی، یعنی میشه. چرا جواب میده به تو جواب میده؟ اگه بهم بگو چی گفت، برای چه میخوای جواب خدا بگیرین؟ من می نویسم تا فراموش نکنم و من منتظر جواب خدا هستم. می خواهم بدونم که کی اول میاد کتاباشو عوض بکنه یا نه. خب برای این که کتابش عوض بکنه؟ آره، من تقاضای من اینه که بیاد کتاباشو عوض بکنه الان. برای اینکه کتاب نه الان نه، کلا هر موقع به من جواب داد خوبه، خیلی حساس برای وقتش حساس نیستم. خب ولی بگو کتاباشو خیلی بد نوشته. خب و من درخواستم اینه که شخصا بیاد، حضورا بیاد بگه که خودشو معرفی کنه، خب بدون نماینده، و اولا بیاد به ما نشون بده که وجود داره، خب، و دوما کتابای بهتری بده، یه کتابایی که خیلی شفاف داره توضیح میده. اینقدر کتابش مثل معماست که ما باید حل بکنیم. خب میخوام دوست دارم اینا میتونه یه کتابشو بهتر بکنه که ما بتونیم بفهمیم واقعا چی داره به ما میگه. یه بهتر است به حضورم خودش به ما صحبت کنه، کتاب لازم نداره بگه. الان بهش بگو الان دنیا انقدر عوض شده، ما ببین لایو، بهش بگو ما لایو استریم داریم، ما مثلا یوتیوب داریم، ویدیو داریم، میتونه بیاد پخش کنه، بیاد مهمون ما بشه یه هفته. آرمین، آخرین بار که خدا به این دنیا آمد چه اتفاق افتاد؟ ما کشتیمش. میخواد خدا دوباره بیاد چه اتفاق میفته؟ عوض کردیم یا دوباره میکشیمش؟ من خداست، خیلی فکر نکنم کشته شدنش براش هزینه سنگینی باشه. دفعه قبل که خدا کشته شد چی شد بعدش؟ رفت بهش، رفت شاه شد. خیلی هزینه، این میگم فداکاری کرده برای ما. من نمیدونم چه فداکاریه، وقتی میمیری دوباره زنده میشی، این هزینه خیلی گنده ای نیست. باشه، آیا فداکاریه واقعا این؟ میگه او خدا برای ما مرد. خب ها ببین، آها، من سوال مهمترین سوالم اینه، اوکی؟ میگه به من میگن تو برای ما مردی، اگه قرار بود برای ما بمیری چرا مرده نموندی؟ خب یعنی چه، این چه مردگیه برای ماست که بعدش زنده میشی؟ فقط سه روز مرد، سه روزم دروغه، دو روز و نیم، همش میگن سه روز، دو روز و نیم برای ما مرد، کلی سر ما منت میذاره. اگه ما قبل بعد از مرگمون قرار دوباره زنده بشیم، این که فداکاری نمیشه که. حالا شاید شلاق پشتش خورد آخه. خدا اجازه داد که مردم شریر شکنجه بدن بهش، درسته؟
خب اوکی اوکی. این کافی برای شما نبود؟ یک ببین اون یک شکنجه برای شما کافی نصف نبود؟ نصف روز شکنجه شد. خب من حاضرم خب همون شکنجه‌ای که اون شد نصف روز رو بدم، خب، و به جای اینکه فقط کسایی رو ببخشم که به من ایمان دارن، همه رو ببخشم. ولی خب خدا هم حاضر همه ببخشن. نه نه خیلی خوبه، شرطیه. اون خدا شرطیه، خدا میگه باید به من باور داشته باشی من میبخشمش. من یک معامله بهتری میکنم با مردم. همون شکنجه که عیسی شد، خب آخه بعدش شکنجه، خب بعد ولی خب بعدش هم میری بهشت دیگه، همیشه خوبه. نصف روز که چیزی نیست، تا ابد قراره برم بهشت. آره خیلی سخت نصف روز شکنجه شدم، خب ولی وقتی حواسم وقتی میدونم که دیگه تا ابد تو بهشتم دیگه اونقدرم سخت نمیشه. حالا یه روز یه نصف روز تحمل میکنم شکنجه دیگه، چیز خیلی بزرگی نه. یه جوری میگن عیسی مسیح زجر کشیده، انگار مثلا زجر بیشتر از این نداشتیم. ما آدم داشتیم تو زندان برای مثلا 2 سال هر روز داشتن شکنجهش میکردن، وقت میگن عیسی مسیح نصف روز شکنجه شده، کلی میاد میگه انگار مثلا این کار بزرگی بوده. بعدش هم خداست، خدا شکنجه رو میتونه تحمل کنه. باور کنید خدا کهکشان آفریده، شکنجه نمیتونه تحمل کنه. این 2000 سال همش داره به من میگه من برای شما شکنجه شدم، کشت ما رو، نمیشدی به خدا. پس برای شما کافی نبود که نه اصلا میخوام شکنجه نشه نصف روز کافی نبود. نه نه میخوایی که خدا بیشتر رنج میبره، درسته؟ اصلا میخواستم رنج نبره، اصلا به نظر من قرارداد بی خودیه. اصلا میگم ببین من بهش میگم، خب میگم اون شکنجه ای که ما داریم اینقدر به ما میگی من شکنجه شدم، خب این برای ما شکنجهش بیشتر از اون شکنجه که تو شدی. خب اینقدر زهر نزن. درسته که انسان هست که بیشتر شکنجه تحمل کردن. درسته اوکی. بله درسته اوکی. ولی نه، ولی کلا من چیز میخوام حالا جدا از شوخی، رابطه شفافتری میخوام بین خدا و ما. اوکی 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 خیلی خوبه. اوکی اوکی دیگه همین، نه همین رابطه شفاف بین ما و خدا باشه. اوکی اونم خیلی خوب. خیلی خواهش خوبیه. آره اوکی 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 مرسی. پس خیلی منم حالا تازه اگرم این رابطه شفاف رو بگیرم، اون چیزی که درخواست خدا کرده از این چیزایی کارهای هنری که ما داریم میکنیم اونا رو قطع میکنم. اون که هیچی، کلا اصلا جمهوری خدایان رو برمیگردونم، میکنم میشه دستگاه تبلیغاتی برای خدا در این حد. خب ولی به شرطی که این واقعا این شفافیت رابطه رو برقرار بکنم. نفهمیدم کاملا. میگین که اگر خدا به ما یه رابطه شفاف برقرار بکنه، نه تنها کارهای هنری سکسیمون رو قطع میکنم، خب یکی، دو تمام جمهوری بی خدایان تبدیل میشه به جمهوری با خدایان، خب و ما از این همه پلتفرم هامون استفاده میکنیم برای اینکه خدا مردم رو به خدا معرفی بکنیم. هللویا خیلی خوشحالم. آره ولی خب بعد اوکی خب شرطش رو من نمیدونم، میتونه حالا ببینیم باشه، ببینیم و تعریف کنیم خدا. ولی یه چیز من یه اختاری هم بدم به مخاطبانمون، خب اگر خدا واقعا بیاد با ما صحبت بکنه، ما کارهای هنریمون رو قطع میکنیم. برای همین تا وقتی که وقت دارین برین اثر هنریمون رو بگیرید، لینکش زیر این ویدیو هست. برای کسایی که روی پیتریون دارن از ما حمایت میکنن، این اثرهای هنری بسیار سکسی محمد البته عایشه بعد از 18 سال
ما اینجا ما مثل محمد بی غیر اخلاقی نیستیم. ما هر موقع اثر هنری از عایشه داریم بالای 18 سالشه. خدیجه، فاطمه، بودا، همه اینا بسیار زیبا، بسیار سکسی، همه این کارهای هنری رو داریم. ممکنه اینا تعطیل بشه، ممکنه من با خدا بشم، همه اینا رو قطع میکنم اگه با خدا بشم. بر همین تا وقتی که وقت دارین برین و این اثرهای هنری رو بگیرید. ربکا چیز دیگه میخوای اضافه کنی؟ فقط سپاس میگذارم به بینندگان و به شما. بر شما آرمین خیلی خوشحال شدم، خیلی خوب بود. مرسی. اوکی اوکی بقیهش بعد از که اند کردم میگم. بچه ها لطفا لایک کنین، کامنت بذارید، زنگوله رو بزنید، زنگوله شیطان رو این وره بزنید، این برنامه ها رو با بقیه شیر بکنید. و آره همین، ممنون از همتون. فعلا ابلیس حافظ همه شما.